سلام خوش اومدید به پادکست فیتوپیا جایی که من مهتا پزشک و مربی فیتنس مطالبی رو باهاتون به اشتراک میذارم تا سالمتر خوشحالتر و پروداکتیو تر باشه این هفتمین قسمت از فصل دوم پادکست فیتوپیاس و در دیماه سال 1401 منتشر میشه. امروز میخوایم در مورد اعتماد به نفس صحبت بکنیم و اینکه چه روش وجود داره که بتونیم اعتماد به نفسمون رو بالا ببریم. معنی اعتماد به نفس چی هستن؟ اعتماد به نفس در واقع به احساس اعتماد به توانایی ها و قضاوت خودتون میگن که ما نسبت به خودمون و توانایی های خودمون توی کنترل شرایط زندگی احساس خوبی داشته باشیم. مطمئنا خب اعتماد به نفس بالا خیلی هم خوبه و عالی به نظر میرسه ولی چجوری میشه بهترش کرد؟ و چه چیزایی باعث میشه که افراد نسبت به خودشون احساس اطمینان داشته باشن توی این اپیزود میخوایم در مورد چیزهای مختلفی صحبت بکنیم که باعث میشه اعتماد به نفس بالاتری داشته باشین چرا اصلا اعتماد به نفس مهمه؟ خب قطعا اعتماد به نفس میخواییم به خاطر اینکه احساسمون نسبت به خودمون احساس بهتری باشه اما اعتماد به نفس برای چیزای دیگه هم مهمه. هر چقدر اعتماد به نفس ما بالاتر باشه انگیزه ما هم برای عمل کردن بهتر میشه و علاوه اعتماد به نفس شانس موفقیت موقع کار کردن رو هم بالا میبره این توی مقالات ثابت شده و این به خاطر اینه که معمولا وقتی اعتماد به نفس پایینی داریم و انتظار داریم توی اون کار شکست بخوریم احتمال زیاد کارا رو یه جوری انجام بدیم که منجر به شکست میشه پس کاملا منطقیه که بخوایم اعتماد به نفسمون رو بالا ببریم در ادامه در مورد حالا تکنیک های بالا بردن اعتماد به نفس با هم دیگه صحبت میکنیم اما در اول یه چند تا سوال میپرسم که یکم به این فکر بکنید که خودتون نسبت به خودتون چقدر احساس خوبی دارید یا اعتماد به نفستون چجوریه احساس با ارزش بودن دارید یا فکر میکنید ویژگی های خوب زیادی دارید مثلا میتونید به بقیه کمک بکنید کارا رو به خوبی میتونید انجام بدید با خودتون خوب رفتار میکنید یا احساس میکنید که برای زندگی دیگران مفید هستید همیشه سعی میکنید بهترین کار رو انجام بدید اگه توی این سوالها و فکر کردن بهشون یکم مشکل دارید یا فکر میکنید به اندازه کافی خوب نیست میتونید از تکنیک هایی که در ادامه صحبت میکنیم استفاده بکنید اگرچه که اعتماد به نفس یه مبحث خیلی گسترده است و تمرین و چیزهای زیادی میخواد تا بهتر بشه اما من توی این اپیزود به صورت خلاصه میخوام یه سری راهکار بهتون بدم خب چجوری اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم دیدن که اعتماد به نفس معمولا به عنوان همون عزت نفس یاد میشه ازش و وقتی عزت نفس مثبتی داریم تمایل داریم که افکار مثبت بیشتری در مورد خودمون داشته باشیم افکار منفی کمتری داشته باشیم و در نتیجه این افکار مثبت برای ما راحت تری که نسبت به دیگران مهربونتر باشیم بهشون کمک بکنیم رفتارهایی نشون بدیم که نشون دهنده اعتماد به نفسمون باشه و در واقع اعتماد به نفس توی ذهنتون باعث میشه که همون کارهایی که دارید انجام میدید نمود بیرونی پیدا بکنه پس یه نگاهی داشته باشیم به انواع افکار و باورهایی که نسبت به خودمون داری برای داشتن اعتماد به نفس مهمترین بخش اعتماد به نفس ارزش خودمونه و اینکه همه ماها به یک اندازه شایسته هستیم هیچ کدوم از ماها بالاتر از فرد دیگه نیستیم اما اینکه یه سری از افراد احساس عمیقی میکنن که بی ارزش هستن یا اینکه مثلا غیرقابل دوست داشتنن یا خوب نیستن درست نیستش اگر که شما احساس بیارزش بودن دارید باید یکم فکر بکنید چون به شما یاد دادن که این چیزها رو در مورد خودتون باور کنید حالا این ممکنه نسبت به والدینتون بوده که خیلی بیش از حد از شما انتقاد میکردن یا دوستاتون توی مدرسه که قلدر بودن شما رو اذیت میکردن یا تو فرهنگی که بودید این بهتون دیکته شده که جنسیت یا نژاد یا هر ویژگی دیگه ای باعث میشه شما کمتر از دیگران شایسته باشید پس مهمترین نکته اینه که شما بدونید همه آدم ها با هم دیگه برابر هستن و جنسیت، نژاد یا حتی فرهنگ یا آدم باعث نمیشه که اون ارزش بالاتری داشته باشه. پس پیام های اولیه در مورد ارزش ما درونی سازی میشن و مبنای باورمون در مورد خودمون قرار میگیرن. بنابراین هر چقدر که مدت طولانی تری باورهای منفی نسبت به خودمون داشته باشیم نادیده گرفتن این احساسات دشوارتر میشه و به جای اینکه بگیم من لایق نیستم باید بگیم که من لایق هستم یا اینکه من به از هر کس دیگه ای هم ارزش دارم پس استفاده کردن از جمله های مثبت مثل این چیزایی که گفتم راه خوبی برای آموزش مجدد مغز شما تا باور کنه که ارزش دارید و اون باورهای منفی رو از بین ببره داشتن سطح سالمی از اعتماد به نفس بهتون کمک میکنه توی زندگی شخصی و حرفیتون موفقتر موفق تر باشید تحقیقات نشون داده که افرادی که اعتماد به نفس بیشتری دارن از نظر تحصیلی هم پیشرفتشون بیشتر بوده همینطور اعتماد به نفس باعث انگیزه پیگیری اهداف شما رو بالا میبره و مطالعاتی که سطوح بالاتر اعتماد به نفس رو توی ورزشکاران با افزایش انگیزه سنجیدن دیدن که هر کسی که اعتماد به نفسش بالاتر بوده انگیزش هم برای تمرینات ورزشی بیشتر بوده پس خیلی مهمه که این جنبه رو حتما جدی بگیریم اعتماد به نفسمون رو روش کار بکنیم و اگر که خیلی اعتماد به نفس خوبی نداریم دنبال راه چاره باشیم تا بهترش بکنیم خوشبختانه راه های مختلفی هم وجود داره که میتونیم اعتماد به نفسمون رو بالا ببریم حالا چه توی زمینه خاص باشه چه برای احساس کلی در مورد اینکه چه چیزی هستیم از مقایسه کردن خودمون با دیگران باید دست برداریم ظاهر خودتون رو نسبت به آدمایی که توی اینستاگرام تو سوشیال مدیا میبینید نباید مقایسه بکنید یا حقوقتون رو با اون چی که دوستاتون میگیرن نباید مقایسه بکنید مقایسه یه چیز طبیعیه ولی این به اعتماد به نفس شما کمک نمیکنه و ممکنه اثر معکوس داشته باشه و دیدن که ارتباط مستقیمی بین حسادت و عدم اعتماد به نفس وجود داره هر چقدر بیشتر افراد خودشونو با دیگران مقایسه کردن احساس حسادت بیشتری کردن و هر چقدر که احساس حسادت بیشتری داشتن احساس بدتری نسبت به خودشون داشتن و اعتماد به نفسشون هم اومده پایین تر پس وقتی که متوجه میشید در حال مقایسه کردن خودتون با بقیه هستید به خودتون یادآوری کنید که این کار مفید نیست و هر کسی داره زندگی خودش رو میکنه توی مسابقه خودش شرکت میکنه پس زندگی یک رقابت نیست پس هر وقت که احساس حسادت کردید نسبت به یه فرد دیگه بهتر که نقاط قوت و موفقیت های خودتون رو یادآوری کنید به خودتون و برای این کار بهتر که یه دفتر رو اختصاص بدید موفقیت هاتون رو داخلش بنویسید و این بهتون کمک میکنه که روی زندگی خودتون تمرکز کنید به جای زندگی دیگران نکته دیگه اینه که اطرافتون رو با افراد مثبت احاطه بکنید. یه لحظه وقت بذارید به این فکر بکنید که دوستاتون چه احساسی توی شما ایجاد میکنن شما رو بالا میبرن یا پایین میارن شما رو قضاوت میکنن یا شما رو همونطوری که هستید میپذیرن افرادی که باهاشون وقت میگذرونی میتونه به افکار و نگرش شما در مورد خودتون تاثیر بذارن و بیشتر از اون چیزی که حتی فکرشو بکنی تاثیرگذاره. پس خیلی مهمه که توجه بکنید دیگران چه نوع احساسی توی شما به وجود میارن و اگر بعد از معاشرت با شخص خاصی احساس بدی نسبت به خودتون پیدا کردید شاید بهتر باشه که باهاش خدافزی بکنید در عوض اطرافتون رو با افرادی احاطه بکنید که شما رو دوست دارن بهترین ها رو براتون میخوان و به دنبال افرادی باشید که مصبتندیش هستن و میتونن اتحاد به نفس شما رو تقویت بکنن مراقب بدنتون باشید و برای اعتماد به نفس داشتن باید برای سلامتی روحی و جسمیتون وقت بذارید. چند تا از فعالیت هایی که خیلی میتونه منجر به اعتماد به نفس بهتری بشه رو در ادامه در موردش صحبت میکنی. یکی یکیش رژیم غذایی سالم، تغذیه سالم خب فواید زیادی داره. باعث میشه شما اعتماد به نفس بهتری داشته باشید. وقتی غذاهای بهتری میخورید، غذاهای مفیدی میخورید، احساس سلامتی میکنید، قویتر و پر انرژی تر میشید که باعث میشه احساس بهتری در مورد خودتون داشته باشید. ورزش میتونه خیلی تاثیر بس. گزار باشه مطالعات نشون داده که ورزش اعتماد به نفس رو بالا میبره و دیدن که توی سال 2016 هر چقدر که فعالیت بدنی منظم تر بوده اعتماد به نفس افراد هم بالاتر بوده مدیتیشن خیلی مهمه مدیتیشن میتونه به شما در واقع کمک بکنه که خودتون رو بشناسید بپذیرید خودتون رو و خودگویی های منفی و باورهای منفی نسبت به خودتون رو متوقف بکنید پس خیلی میتونه کمک کننده باشه مخصوصا برای افرادی که افکار منفی زیادی دارن میتونه استرستون رو هم کمتر بکنه خواب خیلی اهمیت داره کمخوابی خوابی میتونه روی احساسات شما تاثیر بذاره برعکسش خواب با کیفیت باعث میشه که شما عزت نفس و اعتماد به نفس بالاتری داشته باشید پس خیلی مهمه که برای خودتون وقت بذارید برای سلامتی روحی و جسمی خودتون تلاش بکنید با خودتون مهربون باشید مهربون بودن با خودمون به معنی اینه که شما وقتی اشتباه میکنید اشتباهتون رو قبول بکنید و فوری نرید خودتون رو سرزنش بکنید بخشی از انسان سان بودن میشه اشتباه کردن پس همه آدما میتونن اشتباه بکنن و ما نباید بریم همش خودمون رو قضاوت بکنیم خودمون رو سرزنش بکنیم بهتر که بعدن که توی موقعیت چالش برانگیزی قرار گرفتید بدونید که شما تمام تلاشتون رو دارید انجام میدید اما اگه نتیجه خیلی خوب نشد تقصیر شما نیست خودگوی مثبت رو باید تمرین بکنیم خودگوی مثبت یعنی همون باورها و جمله های مثبتی که استفاده میکنید به جای اینکه بگید من نمیتونم این کار انجام بدم یا این کار خیلی سخته بگید من تلاشمو میکنم نتیجهش هر چی شد مهم نیست یه استراتژی دیگه اینه که در واقع موقعی که شما یه افکار منفی توی ذهنتون میاد همون لحظه اون افکار منفی رو با جمله های مثبت جایگزین بکنید چیز دیگه ای که میتونه خیلی اهمیت داشته باشه اینه که به دیگران کمک بکنیم کمک کردن به دیگران و احساس مفید بودن برای دیگران میتونه اعتماد به نفس شما رو خیلی بالاتر ببره خیلی وقتها پیش میاد که ما به صورت داوطلبانه یه کارهایی انجام میدیم مثلا به فردی کمک میکنیم به آدمای محسن کمک میکنیم مثلا زباله ها رو از کنار دریا جمع میکنیم اینا کارهای داوطلبانه و کوچکی هستن که چون احساس مفید بودن به ما میده باعث میشه احساس اعتماد به نفس بالاتری داشته باشیم و احساس بهتری نسبت به خودمون پیدا بکنیم پس انجام دادن کارهایی برای دیگران بدون هیچ چشم داشتی به بالا بودن اعتماد به نفس ما خیلی کمک میکنه کارهای نسبتا کوچیک میتونه تفاوتهای خیلی بزرگی رو ایجاد بکنه در ادامه بگم که اگر که شما قرار یک کاری رو انجام بدید بهتر که تمام تلاشتون رو بکنید گفتیم قرار نیست همه ما کمالگرا باشیم خودمون قضاوت بکنیم و اگه بهترین نتیجه رو نگرفتیم یه ها بیایم به خودمون بگیم که ما نمیتونیم من دیگه ادامه نمیدم باید مهربونی نسبت به خودمون رو تقویت بکنیم که این کمک میکنه شما چالش های جدید رو بتونید تحمل بکنید چند تا نمونه بهتون میگم مثلا به جای اینکه بگید این کار غیر ممکنه بگید من میتونم این کار رو انجام بدم یا این تنها کاری که فعلا باید انجام بدم به جای اینکه بگید من نمیتونم هیچ کاری رو درست انجام بدم بگید که من دفعه بعدی بهتر انجام میدم یا مثلا حداقل الان یه چیزی یاد گرفتم به جای اینکه بگید من از سخنرانیم توی جمع متنفرم بگید همه نقاط قوت و ضعفی دارن و خب من میتونم رو نقاط ضعفم کار بکنم تا قوی بشه بعضی از ترس های ما ناشی از کمبود اعتماد به نفسه مثلا حرف نزدن توی جمع اینا رو باید تمرین میکنیم اگه میترسیم یا خجالت میکشیم بهتر که کم کم خودمون رو توی چالش قرار بدیم و توی محیط بتونیم با بقیه ارتباط بهتری بگیریم و خودتون بگید که این فقط یه آزمایشه ببینیم چه جوری میشه و بعد از اینکه میفهمید که اون قدم که شما فکر کردید این موقعیت بد نیست یا شما توی اون بد نیستید به جلو حرکت میکنید اعتماد به نفستون بیشتر میشه و خودتون رو پیدا میکنید وقتی شما توی یه چیز خوب هستید و اونو انجام میدید اعتماد به نفستون بالاتر میره و نقاط قویتون قویتر میشه در واقع که باعث میشه باور شما نسبت به خودتون خیلی بهتر بشه پس اگه توی یه چیزی خاصی مهارت دارید توی آشپزی مهارت دارید توی نقاشی مهارت دارید بهتر که اون کار بیشتر انجام بدید همین باعث میشه شما اعتماد به نفستون بره بالاتر یه سری اهداف واقع بینانه برای خودتون تصور بکنید دنبال کردن هدف ها خب معمولا باعث شکست هم میشه تا ببینید چه روشی برای شما جواب میده اما ممکنه که شما اهدافتون رو از اون اول واقع بینانه تعیین نکنید و همش توی شکست ها گیر بکنید پس خیلی مهمه که اهدافی که میذارید اهداف قابل دسترس و واقع گرایانه باشه تا برسیدن به اونها شما اعتماد به نفستون بالاتر بره مشخص شده توی تحقیقات که تعیین کردن اهداف خیلی بلند مدت و ناتوانی توی دستیابی به اونها سطح اتان به نفس رو میاره پایین تر. برعکسش هم هست یعنی افرادی که اهدافشون رو کوچیک‌تر یا قابل دسترس‌تر می‌ذارن وقتی به اونها میرسن اتان به نفسشون بالاتر میره و توانایی‌هاشون هم بیشتر میشه پس برای اینکه بدونید این اهدافی که در نظر گرفتید واقع بینانه هست یا نه اول همه رو بنویسید بعد بپرسید که چقدر شانس دارید که بهش برسید یا اینکه چقدر واقعا تلاش باید بکنید که برای اون وقت بذارید و بتونید بهش برسید حالا اگه واقعا وقت بیش از حدی از شما میخواد یا توی اولویتتون نیست بهتر که یکم تغییرش بدید این بهتون کمک میکنه که شما واقع گرایانه باشید یعنی اگه شما مثلا میخواید وزنتون رو کم بکنید میگن که شما باید برای کاهش وزن در هفته بین نیم تا یک کیلو کاهش وزن داشته باشید پس اینکه در نظر بگیرید من در یک ماه هشت کیلو وزن کم بکنم آخرش هم نرسید بهش خب این از اول هدف قابل دسترسی نبوده که باعث بشه شما اتهام به نفستون رو از دست بدید در نهایت هم اعتماد به نفس باعث میشه که شما عملکرد بهتری توی کارهاتون داشته باشید، انرژیتون رو هدر ندید، به جای اینکه شما به این فکر کنید که من به اندازه کافی خوب نیستم، میتونید انرژیتون رو صرف این بکنید که تلاشتون رو به بهترین نفع انجام بدید و هدف بهتری رو در نظر بگیرید، در نهایت هم بهش میرسید و اعتماد به نفستون هم بیشتر می میشه. باعث میشه که روابط سالمتری داشته باشیم، داشتن اعتماد به نفس نه تنها باعث میشه شما نسبت به خودتون احساس بهتری داشته باشید، باعث میشه که دیگران هم بهتر بتونید درک بکنید دیگران رو بهتر دوست داشته باشید و بهشون کمک بکنید پس خیلی مهمه که شما اگر که با مشکل اتهام به نفس دست و پنجه نرم کنید تلاش بکنید که اینو بهتر بکنید علاوه بر راهکارهایی که من گفتم مراجعه به روانپزشک را روانشناس و آسیب شناسی اینکه شما اصلا این عدم اعتماد به نفس از کجا میاد این افکار منفی از کجا میاد میتونید خیلی خیلی این افکار رو با چیزای مثبت جایگزین بکنید عملکردتون رو بهتر بکنید اعتماد به نفستون رو ببرید بالاتر گاهی اوقات هم اعتماد به نفس پایین نشون یه بیماری مثل افسردگی یا استرابه اگه اعتماد به نفستون توی کار زندگی یا توی تحصیل و مدرسه اختلال ایجاد میکنه بهتر که به یه متخصص مراجعه بکنید و میتونه بهتون کمک بکنه تا درک بهتری از اون موضوع داشته باشید و بتونید مهارت های بهتری برای بالا بردن اعتماد به نفس داشته باشید <applause> اپیزودی که شنیدیم اپیزود هفتم از فصل دوم پادکست فیتوپیا بود در مورد راهکارهای افزایش اعتماد به نفس صحبت کردیم چجوری با چند تا کار میتونیم اعتماد به نفسمون رو بالاتر ببریم ممنون که تا اینجا همراه من بودید اگر این پادکست رو دوست داشتید برای حمایت از من میتونید با دوستاتون هم به اشتراک بذارید پادکست فیتوپیا رو از هر پلتفرمی میتونید گوش بدید و هر هفته پادکست جدید داریم